أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم صدق الله العظيم برادران مخاران عزيزم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته یکی از جمله گناهان کبیره و از جمله رضایل اخلاقی بدگمانی نسبت به برادر بخاهر مسلمان انسان از اونجایی اسلام عزیز همیشه پیروانش را به حسن زن به خوشگمانی تشویق و ترغیب می کند ولی متاسفانه بسیاری از ما مردم نسبت به همدیگر بدگمان است امام شافعی رحمه الله می فرماین اگر کسی را دیدی که حتی قطرات شراب از روی ریشش پایین می آمد بازم به او گمان این نداشته باشید که خدای ناکرده مرتکب شراب خوردن شده باشد چون مبادا احتمال می رود که به اصطلاح کسی با لیوان یا گلاس شراب بر روخش پاشیده باشد یعنی بزرگان دین ما این گونه برخورده دارن بسیار از ما و شما متاسفانه با این مشکلات گرفتار است حتی بدگمانی به سوی زن نسبت به الله سبحانه و تعالی بسیار شکایت دارند که خداوند ما را دوست نداره خداوند آباز ما را نمیشنود خداوند ما را به آرزوهای ما نمیرساند این بدگمانی به الله است در حالی که الله سبحانه و تعالی میفرماید من با بنده هم هستم اگر در صورتی که تو واقعا به اخلاص و صدق دل از الله تبارک و تعالی بخوای چیزی را به اطاعت بکنی الله سبحانه و تعالی هیچ چیزی را از تو منع نمی کند بدگمانی حتی نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم. بدگمانی حتی نسبت به برادر به خواهر مسلمان در حالی که الله سبحانه و تعالی وقتی مسائل اخلاق اسلامی را در قرآن بیان می کند حتی از جمله اصول و مبانی اخلاق اسلامی یکی همیست که انسان مسلمان نباید به برادر به خواهر مسلمانش بدگمانی داشته باشد اجتنی بو من الظن الله تبارک به تعالی می فرمد از بسیار از گمان های بد بپرهیزید چرا؟ این بعض الظن اسم همان بعضی از گمان های شما گناه است در جامعه ای که ما و شما زندگی می کنیم می دانید می بینید که مردم بسیاری الفاظ را استفاده می کنند. فلانی را با فلانی دیدیم حتما همراهش رابطه داشت فلانی خانه فلانی رفت فلانی پولدار شده نمیفهم از کدام طریق پیدا کرده حرام خورده به اصطلاح چنین کرده چنان کرده در حالی که ما به استرا برای ما لازم و شایسته نیست در مورد افراد بنشینیم و این گونه قضاوت بکنیم زنده ها را بگذار که حتی نسبت به مرده ها هم بدگمانی پشت سر مرده هم میبینی صحبت کردن است در حالی که اسلام عزیز به ما دستور میدهد که مسلمان نباید به نسبت به برادر به خواهر مسلمانش بدگمان باشد بلکه حسن زن داشته باشد نیت خیر داشته باشد حرف بد پشت سرش نگوید بلکه همیشه خوبی های برادر مسلمانش را باید و یاد آورد اما متاسفانه متاسفانه بسیار از مسلمان ها با سوی زن با مرض بدگمانی حتی به خودشان بدگمانی نسبت به الله بدگمانی با رسول الله بدگمانی نسبت به برادر به خواهر مسلمان بدگمانی نسبت به خودش میگم من موفق نمیشم من نمیتانم به اصطلاح در توانم نیست یا چنین است چنان است دیگه ناامید میشود بدگمانی نسبت به خانواده و همسرش یکی از جمله گناهان بسیار کلان است که متاسفانه بسیار از ما مسلمان ها مرتکب می الله تبارک و تعالی به همه ما توفیق ملانات بفرماد و خداوند همه ما و شما را از بدگمانی ها دور نگاه بدارد موفق و معید باشید